Bismillahirrahmanirrahim. ما در درس 24 تجوید قرار داریم. در این درس ما راجع به صفات استعلا و استفال می خواهیم که بحث کنیم. در درس‌های قبلی ما راجع به صفت جهر و صفت همس و همچنان صفت شدت و صفت رخوه یا رخوت یک چیز را خلاصه بیان کردیم و گفتیم که این صفات مربوط صفات لازمه متضاد است که یکی به ضد دیگه خود عمل میکنه در پنج گروپ. این گروپ ما امروز درس ما در گروپ سوم است. استعلا در لغت بلندی را میگوین و در اصطلاح صفت حروفی که در ادای آن از مخرج آخر زبان به کام بلند میشه و زبان از سقف کام دور میشه و دستگاه تکلم کلانتر میشه و وقتی کلام میشه ای پرخوانده میشه. ای چنین حروف به نام حروف مستعلیه نیز یاد میکنن و ما در سابق ایره به نام حروف استعلا نمیگفتیم، ایره میگفتیم که حروف مفخم یا حروف پر، به یادتان شاید باشه در درس‌های گذشته. و ای شامل هفت حروف است که عبارت از خا، غین، صاد، ضاد، تا، ظا و قاف است. ای هفت حروف است که متصف به صفت استعلا است، یعنی پر خوانده میشه، همیش پر در نظر گرفته میشه. پر بودن و مفخم بودنش از خود شرایطی داره که ما ایره در جدول دیگه در به نام مراتب استعلا است دو میبینیم، اما فعلا شما همی لغت هایی که مدری زیر آوردیم شما متوجه باشین، سعی کنین که چی رقم ای پر خوانده میشه. مثلا میگیم صادقین، صادقین، وقتی که ما صاد میگم میبینین که ای صاد تلفظش مفخم است. لطاغین، لطاغین، ای تا پر خوانده میشه. بخارجین، بخارجین، خاره میبینین که خا ای پر تلفظ میشه، از این میگن که این حروف صفت استعلا داره. مراتبش این است که امی خود حروفی که متصف به استعلا است ای از خود قوت و شدت علایدی داره که ما در مراتبش در نظر میگیریم. مثلا اگر این حروف فتحه داشته باشه امرایش الف ساکن، الف مد یا الف ساکن باشه که ما ایر مد تلفظ کنیم این بسیار بلند تلفظ میشه و اگر فتحه داشته باشه و حروف مدید پوشش نباشه ای از حالت اول کده یک اندازه کمتر شدتش است. و حروفی که مفخم باشه و ای جمله حروفی که مربوط صفت استعلا باشه و دمه داشته باشه یک اندازه تلفظش فرق داره و در صورتی که ای ساکن باشه فرق داره و کسره داشته باشه فرق داره. خب این مراتب استعلا از این مراتبش، مراتب استعلا در پنج حالات است که یکی فتحه با الف ساکن باشه و فتحه با بدون حروف مدی باشه یا بدون الف باشه که مد نشه و در حرکت دمه باشه، در حرکت کسره باشه و در حال ساکن باشه. اینی پنج مراتب داره. ما در اینجا می حرف قاف در نظر گرفتیم که شما متوجه باشین که قاف از خود چی رقم صدا را نشان میده در این مراتب، پنج مراتب استعلا. مثلا شما ببینین در حالت اول قال، قال، میبینین که بسیار بلند تلفظ میشه و در حالت دوم چون به حالت مد قرار نداره، به حالت فتحه است
حرکت فتحه داره، قاتله قاتله قاتله، و در حالت سیوم میبینین که دمست قتله قتله، و در حالت چهارم میبینین که در حالت سکون قرار داره، یقبل یا یقبله یقبله، و در حالت پنجمش ببینین که در کسره قرار داره، قیل قیل، که اینمی رقم امی هفت حروف استعلا اینمی چیزایش باید در نظر گرفته شد، خصوصا در حالتی که فتحه داشته باشه و الف سکون امراج باشه که مد طبیعی تشکیل بده، در حالت بسیار این حروف بسیار بلند تلفظ میشه، بلند پر. پیشتر که من مثالش به شما گفتم که صادقین صادقین، ببینید که بسیار بلند تلفظ میشه، و حروف که متصف به صفت استفال است این حروف نرم است و ایره به نام ترقیق هم یاد میکنن، و ایره ما گفتیم که نرم ما قبلا ناشناستیم به یزی، و حروف که استفال در لغت پایانی یا نرمی را گوین، و در اصطلاح حروفی است که صفت از که در ادای از او از مخرج نرم تلفظ میشه و آخر زبان به کام بلند نمیشه و زبان از سقف دهن دور نمیشه و حجم دستگاه تکلم کم میباشه، در حالت استعلا حجم دستگاه تکلم کلان میشه، در این حالت حجم دستگاه تکلم کم میباشه و نرم تلفظ میشه. مثلا لغات چه سعی کنین؟ الکافرون الکافرون، ببینین که تمام از این نرم تلفظ میشه. کانه کانه، ما ایره در کانه نمیخونیم، کانه اگه خواندیم باز مطلب است که ما ای کاف ما در جمله حروف استعلا آوردیم، از این خاطر بسیار متوجه باشین که ما ایره کانه نخوانیم، به حساب دری نخوانیمش، ایره ما میخوانیم کانه، ایره ما باید نرم بخوانیم. مالکی مالکی، اگه ما ایره در سوره فاتحه مالکی بخوانیم، منعزیز که ما ایره در حقیقت میم ما در جمله حروف مفخم آوردیم، از این خاطر بازی مشکلات صفات با وجود میاره، از این خاطر ما ایره باید بسیار متوجه باشیم که نرم بخوانیم. باید چی رقم بخوانیم؟ باید بگویم که مالکی مالکی، کان کان، الکافرون الکافرون، نرم میخوانیم. و اگه میخواین که خوب پخته بخوانین و بلند بخوانین، اینه بازده ای پس در حروف استعلاک برین، میگین صادقین صادقین، لطاقین لطاقین، بخارجین بخارجین، این ببینین که بلند خوانده میشه. تنها و تنها اینمی پنج اینمی هفت حروف شما بلند خوانده میتونین، باقی را نرم میخوانین. از اون خاطر ما در سوره فاتحه بر شما گفته بودم که مالکی نخوانین، ما نخوانین، به خاطر از اینکه ما که میخوانین میم شما صفتش تغییر میدین و صفتش از حالت نرم به پر میبرین، از اون خاطر باید بخوانین مالکی مالکی. امید است که مطلب ما رسانده باشم بر شما، و تنها اینمی هفت حروف استعلا را شما باید بسیار متوجه باشین که در تلفظ یا پر تلفظ کنین، باقی را نرم تلفظ کنین. دیگه ما همین درس خود در اینجا خاتمه میتم در ارتباط صفات استعلا و استفال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.